Mustafa Ayar. Dün çok kritik bir görüşme yaptınız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la kritik bir görüşme yaptınız. Önümüzdeki ayda yine İstanbul'da bir toplantı olacak İran'ın nükleer programı ile ilgili bu toplantıda. Bu tercihim باید کانال عوض کنید. Tamam mı? Sorayım. مجدد سوال gelecek ay önümüzdeki ay Ocak ayında İstanbul'da خیر خیالشون راحت باشه هیچ ارتباطی به تحریم نداره چون این تحریما اصلا تو ایران احساس نشد شما اگه سفر کنید به ایران در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید میگن تحریم چی هست اصلا تحریم اصلا نمنده آردان گلفته تحریم اصلا در ایران مفهوم نداره سلین شن سالتاش از تلویزیون تگیرته تگیرته خبر سلین سالتاش Şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin İran'a nükleer çalışmalarındaki müzakerelerde verdiği destek eksen kayması olarak değerlendirildi. Siz bu iddialara katılıyor musunuz? Neler düşünüyorsunuz Türkiye'nin son zamanlardaki dış politikası ile ilgili? Teşekkürler. یه بار دیگه ترجمه کنید. یه بار دیگه ترجمه بفرمایید. لطفاً یه بار دیگه ترجمه کنید سوال. تکرار کنید سوالتون رو. Türkiye'nin nükleer çalışmalarınızdaki müzakerelerde verdiği destek Batı'da Türkiye'nin eksen kayması yaşadığı yönünde yorumlandı. Sizin yorumunuz ne olacak bu konuyla ilgili? Teşekkürler. Tekrar edin. Himayet سوال تکرار اله یواش 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 سوال Türkiye'nin İran'a verdiği destek nükleer çalışmalarındaki müzakerelerde Sabrıyla Mütercim yorulmuş. Himayet Türkiye Sonundan tercüme edilir. Hacı Sanat'tan tercüme edilir. حمایت ترکیه از موضوع هسته‌ای ایران به منزله اینه که ترکیه به طرف شرق تمایل پیدا کرده نظر شما در این رابطه چیست؟ خیلی ممنون من از تلویزیون فارسی بی بی سی هستم آقای رئیس جمهور میخواستم ازتون بپرسم شما در سفرهای خارجی که داشتی با بسیاری از تلویزیون‌های غیر فارسی زبان مصاحبه کردید قبل از اینکه سوال ما مطرح کنم میخواستم بپرسم آیا شما حاضر خواهید بود با بی بی سی فارسی که یکی از پربیننده ترین تلویزیون فارسی زبانه مصاحبه بکنید سوالی هم که داشتم سوال اصلیم البته میخواستم بپرسم آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران زمانی که در یک مأموریت بود خبر عزلش رو از میدیا و بسیار مطبوعات چاپ شد آقای محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور گفتند که ایشون از این تصمیم شما خبر داشتن اما خود آقای متکی این رو به شدت تکذیب کرد و حتی گفته که خبر برکناریش رو از رئیس جمهور سنگال شنیده میخواستم ببینم واقعیت رو از زبون شما بشنوم خیلی ممنون خیلی ممنونم که شما به مسائل داخلی ایران اینقدر حساس هست ما فکر میکنیم یه مسئله طبیعی است جابجایی در ایران و در مدیریت های امر طبیعی است آقای متکی از دوستان دولت هست شخص محترمی است بالاخره دفتر کار وزیر خارجه یا تو هواپیماست یا تو سفر یا در جاده هاست دیگه مشکلی فکر نمی کنم باشه خیلی جدی نگیرید قضیه چیزی توش در نمیاد چیزی توش در نمیاد خب خانم مرو اکونا از تلویزیون اولوسال بله من قبلا البته من خودم با آقای متکی صحبت کردم من تعجب کردم چطور ایشون تکذیب کرده قبل از سفر سنگال من با ایشون صحبت کردم به نظرم اون نقل قولی که از ایشون شده نقل قول درست نیست واقعا کسی که صحبت کرده اینجا نشسته روبروی شماست
مشکلی نیست، در ایران خیلی عادیه، ایران کشور آزادی است، همه حق دارن صحبت کنن، اظهار نظر کنن. تعجب میکنم بی بی سی فارسی اینقدر حساسیت نشون میده به یه مسئله کوچیک در ایران.